حسب وعده جمعي قزشتا كموضوع عنوان ما أسباب انحراف جوانان از دين بود وراه برون رفت يزو يا راه حل معزله در این جمعه وعده شده بود که بیان گردد اما قضیه قسمی شد که شهادت بزرگترین مجاهد جهان اسلام شخصیت دلسوز و مهربان انسانی که در مقابل ظلم و استبداد به اندازه یک پلک زدن چشم فروتنی و عاجزی نشان نداد موضوع را تغییر داد من میخوام خدمت شما سی موضوع را عرض بکنم پیش از پیش قضاوت نکنین تا آخر را گوش بگیرین و بعد از او باز قضاوت بکنین نهضت اخوان المسلمین چیست کیهایی را اساس گذاری کردن چرا این نهضت اساس گذاری شد یک اهداف اخوان المسلمین چیست چی هدف داره چی برنامه داره ما اینا را مدلل براتان آوردم انشاءالله چیست سوم چرا یهودیت و مسیحیت از این نهضت قربانی میگیره؟ سه تا موضوع را دقیق گوش بگیرین در مدت انشاءالله 25 الى 30 دقیقه ما با شما یک گفتگوی دارم دو حدیث از احادیث گوهربار رحمت للعالمین و پنج آیه از کلام رب العالمین خدمت شما تبرکن و تیمنن و با آدرس این موضوع عرض نمودم اخوان المسلمین یک نهضت است که بعد از انقلاب 1919 انگلیس در مصر و مضافات مصر به میان آمد نهضت اخوان المسلمین یک نهضت است که بعد از تعرض و تجاوز و استبداد و ظلمگرایی انگلیس در 1919 بر کشور باستانی مشهور مصر به میان آمد چرا آمد؟ هدفش مخالفت با سکولاریسم بود سکولاریسم یا سکولاریزم بود عقیده سکولاریزم جدایی دین از سیاست است میفهمین که جدایی دین از سیاست چیست؟ جدایی دین از سیاست ایست که تو به عنوان یک ملا تو به عنوان یک شیخ التفسیر و شیخ الحدیث تو به عنوان یک محقق و مفسر تو به عنوان یک پروفیسور و نابغه در سیاست سهم نداری ریش تبمان لنگی داشته باش مسواک در جیبت پاچای تا از بجیلکات تا زانویت بالا میکنی لباسایت کشال و دراز گوشه مسجد ذکر تا بکن نه تو از سیاست با الفبایش کار داری نه با اقتصاد کار داری نه با جامعه سازی کار داری نه با ملت سازی کار داری نه دعوت سیاسی داده میتانی نه حرفی از جهاد زده میتانی این نظریه سکولاریسم است و این قیام 1919 انگلیس به همین هدف اساس گذاری شده بود به همین هدف گله ما از علما بلکه از گله فراتر شکوه ما از علما ایست که ناخوانده و بدون تحقیق قضاوت میکنند
خطاهای علامه مودودی با این نهضت برچسب زده نشود. او خطای خودش است، لغزش خودش است. یا از شهید سید قطب، یا از محمد قطب، یا از شهید حسن البنا، یا از استادش رشید رضا، این تعلق به خودشان میگیره. به آدرس این منهج نهضت اگر اعتراضی هست در اصولش، ما براتون میخوانم از کتابی که گرفتم این اصول و برنامه را، موثق و مدلل با تایید مکتب فکری اهل تشیع، که یک یک مرامنامه را آنها بیان میکنن و سرش انتقاد میکنن. پس ما بدون بررسی، بدون غور و فکر و تدبر، ما قضاوت میکنیم در عدالت رب العالمین، ما سخت مؤاخذه میشیم. نظری شخصی هر کس به خودش. در باب حضرت عثمان علامه مودودی حرفی داره، در خلافت، در الجهاد فی الاسلام چاپی 1973 صفحه 84، من مخالف هستم. حضرت عثمان خلافت خاندانی سا، من مخالف هستم. ولی مودودی میگه اسلام پدریم است، من موافق هستم. ایره ما باید نادیده نگیریم، قضاوت ها را باید یک طرفه نکنیم. چرا اهل تصوف با این نهضت مخالفت داره؟ حسن البنا خاندانی صوفی، صوفی بود، ذکر میکرد، حلقه ذکر داشت و با مشرب صوفیانه وفات کرد. چه وقت صوفیا با این مخالفت کردن؟ زمانی که صدا بلند کرد برای آزادی بیت المقدس، شعار داد که فلسطین باید از اشغال صهیونیسم خلاص شوه، به سطح جهان فتوا صادر کرد، آنجا مخالفت شروع شد. در صفحه های نرم افزار، سخت افزار، در میگزین ها، روزنامه ها، گاهنامه ها، هفتنامه ها، ماهنامه ها، سالنامه ها، پر است از این قضایا مدلل و مستند. بعد از انقلاب 1919 انگلیس، بر کشور باستانی و قدامت تاریخی که در مصر هست، این نهضت با زحمت و مهنت، با تهجد و نوافل، با روزه گرفتن و ذکر و اذکار حسن البنا، با تجمع 6 تا شخصیت های جهان اسلام در یک فضای صمیمانه و اخلاصمندانه تشکیل یافت، اساس گذاری شد. این اساس گذاری فقط به هدف این بود. مرام نامه هایش براتان میخوانم. بزرگترین سکولاریسم در مقابل اسلام چی میکنه؟ چرا دین از سیاست جدا میسازه؟ چرا 84 آیه قرآن انکار میکنه؟ چرا 117 آیه قرآن تأویل و توجیه نادرست میکنه؟ چرا ما را با زندگی ذلت مندانه سوق میدهد؟ عمر میگه این قصد دین و انا حیون، در دین کمی بیایه و عمر زنده باشه، ای امکان نداره. پیامبر ما چی میفرمایه؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا. سیاست بنو اسرائیل از زعامت چه انبیا به عهده داشتن. کلما هلک نبی خلف بعده نبی، هر پیامبری که وفات میکرد جانشینش دیگر پیامبر بود. الا لا نبی بعدی، خبردار بعد از ما پیامبری نیست. وارث پیامبر کیست؟ العلماء ورثت الانبیا. دین چه قسم از سیاست جدا هست؟ سیاست بنی اسرائیل انبیا، ما وارثی انبیا. چه قسم تو به من یک تسبیح 2000 دانه میدی، یک بوجی لوبیا میدی، باش در گوشه خانقا و مسجد و مدرسه؟ تو با سیاست کار نداری، نه، تو با پیامبری ما میجنگی، تو با 84 آیه قرآن مخالفت میکنی، تو با 117 آیه قرآن
تأویل اینا درست میکنی. پس با زندگی و روش زندگی محمد رسول الله این منهج 100% سراسر مخالفت داشت. این غمخارهای دین، این کسانانی که عطوفت و مهربانی از اینها قابل تقدیر است، بجای از اینکه با غیبتی از اینها زبان خود ما گنده بسازیم، اینها را تقدیر بکنیم، آفرین بگیم برشان که در مقابل امیت یک ظلم شما به پا استاد شدین. کدام مرام نامه را شما تقدیم جامعه کردین؟ عرض میکنم با این هدف با 6 تا اصول این نهضت تشکیل شد. برای چی تشکیل شد؟ برای مخالفت با سکولاریسم. چرا؟ هدف عدم سیاست جدایی دین از سیاست، عدم تفکیک جدایی دین از سیاست. دین سیاست، سیاست دین. این مولویایی که جهادی پیامبر همیشه دفاعی میگن، اینها جدایی دین از سیاست باور دارن. این حرف روان است، فعلا سری از این کار شده روان است. شاید یک روز فرا برسه که از عقب این منبر مرا تکذیب بکنه که میگفت که دین از سیاست جداله. سراسر میگفت آلی جداست. با کدام دلیل؟ با یه توجیه، با یه توجیه. عوام الناس بیچاره چی میفهم، چی میدانه؟ اولین هدف ششگانه تشکیل نهضت اخوان المسلمین با سرکردگی حسن البنا، شاگردی رشید رضا که با او در باب سلفیت مخالفت داشت، یه همبلیست، او 100% سلفی هست. استاد سلفی، شاگرد همبلی، مشارکات و مخالفت ها سری جای خود. نه اختلاف ببار میا، نه دشمنی ببار میا، نه فتوای تکفیر ببار میا، نه فرار ببار میا، نه توجیه و تأویل نادرست ببار میا. با همه شخصیتش رفته از استاد خود پرسان میکنه. با عمر 24 سالگی استاد از شاگرد فتوا میخواه. مگه حسن در باب این مسئله رأی تو چیست؟ او سلفی و ای صوفی، ولی هر دو مجاهد، هر دو مفکر، هر دو نابغه، هر دو پروفیسور، هر دو بهترین اسلامدان و اسلام شناس. مگه نظریه ما ایست؟ در باب قضیه فلسطین از این استفتا شد. همین حرف است که شهید سید قطبی را تکرار میکنه و مودودی را بار دیگه تکرار میکنه. میگه اسلام پدریم است، آبرو و عزت خود در آزادی قبله نخست امت مسلمه میدانم. آبرو و عزت و آزادی خود، رفاه و بهبود خود در آزادی قبله نخست امت مسلمه بیت المقدس میدانم. همین بود که دشمنان اسلام سرانجام ایرا شهید کردند که شاگرد فرزند معنوی و روحانیش محمد مرسی شهید، حافظ محمد مرسی رحمه الله، در این کاروان جام شهادت می نوشه. هیچ شکی نیست و در شهادت یزی ایش کس شک و تردید نداره. و ملل متحد خواستار تحقیق ای میشه که باید سر جسد یزی تحقیق شود، بررسی شود. اما حکومت مصر میگه یک مرگ طبعی بود و رفت. به هر حال دلها خیلی درد داره که بررسی میکنی که سرزمین وحی آماده ادای یک نماز جنازه غایبانه نیست. بزرگترین کشورهای اسلامی قطر و ترکیه با همه زور و شور، با همه سر و صدا و دفاع کامل هم دفاع میکنه از مفکوره های محمد مرسی و این روش و هم نماز جنازه غایبانه را ادا میکنه. در ایباب اختلاف جزئی مذهبی هست و ای را بهانه قرار داده بر این روش و منهج اعتراض کردن
ناانصافی هست. اهداف اخوان المسلمین چی بود؟ در فکرتان یادداشت بگیرین، اگر اعتراض دارین بکنین بالای از این. اول، تغییری باورها و عقیده بر منهج دین، باورهایی که اختطاف شده بودن، عقیده هایی که رنگ یهودیت و مسیحیت گرفته بودن، باید این باورها و عقیده ها حسب منهج دین تغییر بیابند، تغییر بپذیرند. این باورها باید تغییر پذیر هستند، در اینها تغییر بیاید، ورنه این باورها به پرتگاه دوزخ تو را میکشانه. مهم بحث از عقیده و بر سر عقیده هست. این اولین هدفی است که 9 ماده داره. این هدف 9 ماده داره. رابرده ها و کاربرده ها و اصول و مقررات، توحید و رسالت و قیامت که خلاصه قرآن کریم هست. نمبر 2، بیداری اسلامی و آگاهی عمومی. بیداری اسلامی و آگاهی عمومی. بارها در عقب این تریبون خدمتتان عرض کردم، شاگرد صنف 12 الحمد نمیدانه، بچه یک مسلمان، شاید بچه یک مجاهد باشه، شاید بچه یک حاجی باشه، شاید بچه یک ملا باشه، قسم به الله سوره فاتحه را درست نمیدانه. تو چی میگنی فرایز غسل و نماز جنازه و تیممی روان؟ سوره فاتحه که نماز فرض و واجب و نفل و سنت همه وابسته و ایست، اساس عبادت است، خصوصا ایاک نعبد و ایاک نستعین. این را هیچ نمیدانه. چرا؟ بیداری اسلامی نیست، آگاهی داده نشده است. بر منهج و اصول و مقررات دین برش پیام داده نشده است. اما در طرف دیگر در قضاوت های فروعی خوب ماهر است. چرا دست ایجا بسته میشه؟ چرا دستی باز نماز میخوانه؟ چرا یک گروه ریشی خدا چپتراش میکنه بروتا را کلان میمونه؟ تو الحمد نمیدانی، عجیب است. یادم میاد که علی عراق از امام ابو حنیفه سوال کردن که محرم احرام بسته کرده یک پشه را کشت، حکمش چیست؟ کمی سکوت که سر شد، بالا گفت ظالما نوسه پیامبر شهید کردین، از او حرف نمیزنین، از یک پشه حرف میزنین. تو از دین آگاهی نداری، از اصول دین آگاهی نداری، از منهج دین آگاهی نداری. تو به عنوان امت پیامبری آخر الزمان پیامبر تو نمیشناسی. تو میگوی ما فقط خیرات محمد رسول خوردنی رفته بودم، نمیفهمی که کیسی. ولی سوال ها را ببین، این نهضت هدفش چی بود؟ بیداری اسلامی و آگاهی عمومی برای تمام نسلها، برای خواهرها، برای مادرها، برای پدرها، برای برادرها، برای بردها، برای اسرها، برای مجاهد، برای عالم، برای تاجر، برای پیر، برای صوفی، برای دهقان، برای چوپان، برای انجینیر، برای تمام اقشار جامعه پیام داره با آدرس بیداری اسلامی. این 6 تا مرام عرض بکنم، مرسی چرا شهید شد شما قضاوت میکنین؟ ضرورت به این نیست، نیاز به این نیست. نمبر 3، حاکمیت تعالیم اسلامی بر دیگر تعالیم. تقریبا 27 ماده داره. حاکمیت تعالیم اسلامی، حاکمیت قرآن بر تورات تحریف شده، حاکمیت قرآن بر انجیل تحریف شده، حاکمیت قرآن بر زبور تحریف شده، حاکمیت اسلام بر منهج یهودیت، حاکمیتش بر او منهج، بر اون را، بر آن رسم، بر او کش، بر آن روش. خلاصه برتری و اولویت اسلام بر ادیان تحریف و تغییر شده سماوی و زمینی. 27 ماده دار. ای تقریبا منهجی یا اصول ما قانون سیومی عزیز، حاکمیت تعالیم اسلامی بر دیگر تعالیم، ولو هر مکتبی فکری که هست، زرتشتی هست، مکتبی فکری یهودیت است، یهودیت تربیعی است، 4 خدا، یهودیت تصدیسی، 6 خدا،
یهودیت تثمینی 8 خدا، مسیحیت تثلیثی 3 خدا، مسیحیت به اصطلاح ما و شما تفضیلی، برتری و اولویت الله بر عیسی و برتریت عیسی بر مریم. خلاصه تمام مکاتب فکر غیر اسلامی، اسلام عزیز بر این مکاتب فکر اولویت و برتریت باید داشته باشد. 27 ماده جدا جدا، هر ماده تقریبا 100 درس میشه. این نهضت پیام داره، مغز قرآن بیان میکنه، بیداری اسلامی داره، مردم آگاه میسازه. چرا دشمنان بر علیه این نهضت بپا استاد شدن؟ ما به عنوان یک ملا رازگشایی میکنه، خیانتی مرا بر ملا میسازه، جفای مرا بر تاویل و توجیه نادرستی از دین بیان میکنه. این نهضت پدر نداره، مادر نداره، هیچ کس نمی بخشه. فقط تقصیرش این است که اسلام با نرخ خیلی بالا، با اصول و مقررات برای جامعه بشریت معرفی میکنه. دین امن، دین صلح، دین اخوت، دین آشتی، دین عفو و گذشت، دین تساوی، دین تعادل، دین تنفیذ حدود، دین گرفتن حق مظلوم از ظالم، دین حاکمیت نظام الله بر تمام نظام ها، ایره میخواه ایمان هست. این نهضت. نمبر 4، تعمیر فکری و انگیزه برای قشر جوان. تقریبا 19 ماده داره. ساختار فکر جوان، انگیزه دادن برای یک جوان. یک جوان در قدم نخست خدا بشناسه، یک ماده، 19 ماده داره. یک جوان در قدم بعدی پروردگار خدا بشناسه. 2، یک جوان در قدم سوم پدر و مادری خدا بشناسه. یک جوان در قدم چهارم به حقوق الله کاملا آگاهی داشته باشه. در قدم پنجم با حق العبد آگاهی مطلق داشته باشه. بیداری اسلامیش، سطح و مستواش به کدام معیارها باشه. فکر ای را تعمیر میکنه. در داخل این تعمیر مفکوره کتاب الله، سنت محمد رسول الله را جا به جا میکنه. و ای ماده چهارم، تعمیر فکری و انگیزه برای قشر جوان، جوانان را بیدار میسازه. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. جوانای که اصحاب کهف رب العالمین تعریف میکنه، پیامبر ما معاذ و معوضه تعریف میکنه، کارزار و میدانی کارزاری از آنها را، غسیل الملائکه حنزله را تعریف میکنه، سفیر اسلام مصعب ابن عمیر را تعریف میکنه. اسلامی عزیز، چرا؟ این جوان فکرا مسلمان بود، اعتقادا مسلمان بود، عملا مسلمان بود. در مقابل هر منکر یک دیوار فولادین و آهنین بود، نمی گذاشت که رخنه در اسلام عزیز ایجاد شود. ای چهارم هدف این نهضت یا اصول و مقررات تشکیل این نهضت بود. پنجم، تعریف استعمار و معرفی چهره های استعمارگران. ما گله نمی کنم، حقیقتا میگم. یک شیخ الحدیث ما که عمر در ترجمه قرآن و در شرح احادیث سپری کرده هست، جناب شیخ سیب، اقتصاد اسلامی با اقتصاد کاپیتالیزمی سوسیالیزمی چه فرق داره؟ میره بیان بکن. جناب شیخ سیب، مستشرقین کی ها هستن؟ جناب شیخ سیب، سکولاریسم چی نظریه داره؟ چی میخواه؟ ما مشکل داریم. وقتی که حال شیخ من این است، آن شاگردی که پیش روی شیخ زانوی تلمزی و شاگردی را نهاد است، او فقط همی را می آموزانه، ای را می فهمه بس. بیشتر از این شاگردی مدرسه ما از صنفی از دوره حدیث فارغ میشه، چون که
تمرین نکرده، مشق نکرده، قرآن عربی، احادیث عربی، کتب فیق و فتوا و صرفنه و همه گرامرها، فلکیات و عقیده همه عربی، این بیچاره دو دقیقه عربی گفته نمیتوانه. چرا مشق و تمرین در این دوران نشده هست؟ این فقط همان زندگی است که ملا در چارچوب چوکات مدرسه و مسجد. سکولارای پاکستان یک اصطلاح داشتن، ملا که دور مسجد تک، دوی ملا تا مسجد بس، بیرون از خانه مسجد، از مسجد خانه بس. تو حق نداری در سیاست سهم بگیری، تو حق نداری پهلوهای سیاست تحلیل بکنی. خب این قرآن سیاست بیان میکنه، ما چی بکنم؟ این قرآن چی میگه ملا؟ و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چی شده است برای تو که نمی جنگی در راه الله؟ والمستضعفین، چندین علما و شیخا ایجا هستند. و ما لکم لا تقاتلون فی تخلیص المستضعفین، چرا در رهایی ضعفا در راه الله جهاد نمی کنی؟ ایره یک سکولار می فهمه، ایره یک دکتر می فهمه، ایره یک انجینر می فهمه. ایره از کسی پرسان بکو که زندگی را با قرآن وقف کرده است، زندگی را با احادیث پیامبر وقف کرده است، شب و روزش با قرآن بود، عمری عزیز خدا در درس و تعلیم و تعلم قرآن گذرانده است. تو که ایره بیرون کردی از این صحنه، خلاص شد. برطانیه کبیر در 1947 این مطالبه را کرده بود از جهان اسلام، کتبی سه کار انجام بتین، سه کار انجام بتین، ما با شما هیچ مشکلی نداریم، هیچ مشکل نداریم. اول کار اول چی هست؟ کار اول این که آیات جهاد از قرآن پست کنین، العیاذ بالله، من نقل میکنم دیگه، آیه های جهاد از قرآن بیرون بکنین. که چرا؟ نزاع میاره، اختلاف میاره. الله میگه که جهاد امن میاره، جهاد عزت میاره، جهاد مخالفین از ذلیل میسازه، جهاد به شما شأن شوکت میبخشه، جهاد اشک یتیم خشک میسازه، جهاد دست بیوره میگیره، جهاد تنفیذ حدود الله، مالت بیمه، جانت بیمه، آبرود بیمه، عزتت بیمه، دکانت بیمه میشه، دزد باقی نمیمانه، اختلاسگر نمیمانه، رشوت خور نمیمانه، رشوت ده نمیمانه، سود خور نمیمانه، سود دهنده نمیمانه. این پیام های جهاد است، این را بیرون بکنید. دوم پیروی و اطاعت از محمد رسول الله را بگذارین، نقش قدم محمد را ترک کنین. چرا؟ 11 ازدواج کرد، در میدان کارزارها جنگید، مردم ها را کشت، بلیازی الله شما قضاوت بکنین. در 86 جنگ 259 مجاهد شهید شد. چقدر؟ 59 و 759 کافر مردار شد. مجموع 1018 نفر جان داد. در چند جنگ؟ در 86 جنگ، 87 جنگ، 27 غزوه، 60 سرایا، 87. در جنگ جهانی دوم بیش از 74 لک نفر مرد. چی پیامد داشت؟ چی دستاورد داشت؟ این مطالبه دوم. مطالبه سوم، همین علمایی که صدای دین و قرآن بارا میکنن، ترکشان کنین، دنبالشان ترک بکنین. باور بکنین یک دسته همین نظریاتی انگریز پیاده ساخته است. ای وهابیست، ای خوانیست، ای فلان است، ای فلان است، ای به این منهج روان است، ای به این آدرس روان است، ای تو میکنه، ای او تو میکنه. یک دسته در آسیای از اینها آب میریزه، بازاری از اینها را گرم میکنه. اولین کسی که با این خواسته ها مخالفت میکنه، شخصی از اخوان المسلمین به نام حسان رحمه الله شهید شد. اول کسی که صدا را بلند میکنه در مقابل پیامدهای ترک جهاد، بیرون کردن آیات جهاد که کسی نمیتونه، پیامدهای مخالفت و عدم اقتدا به محمد رسول الله را، پیامد ترک علمای واقعی را که چی پیامد در قبال داره، حسان صدا را بلند میکنه. جهان اسلام میفهمید، ولی این صدا زمانی که بلند شد، برطانیه این پیشنهاد 1947 خود توجیه.
شما سری را یعنی مجاهدین تا نبگیرین و شما پیامبرتان بعضی گپایی که در خیبر درختار سوزاند باغ آتش زد ای کرد او کرد اینها را توجیه درست بکنین و علمایی که دهشت می افگنن فلان هدف مایی بود دیگه چاره نداشت دشمن از من و تو ای را می خواه تعمیر فکری و انگیزه برای قشر جوان و جوان تو چیزی را نمی دانی تو از دین خبر نداری تو آگاه نیستی پدر و بابا و اجداد تو یک دستاورد خوبی داره که قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی تا دندان مسلح را شکست داد تو چی داری؟ هیچ نه دین می شناسی نه اصول و مقررات دین می شناسی پنجم ها تعریف استعمار و چیره های آنها استعمار معرفی کردی استعمار چی می خواه؟ اقتصادی کاپیتالیزمی با کدام منهج است؟ اقتصاد سوسیالیزمی چی تعریف داره؟ اقتصاد اسلامی چیست؟ جدایی سیاست از دین چی پیام داره برای من و تو؟ موت را محصور می سازه سلبی آزادی میشیم آزادی من و تو را سلب میکنه موت را در چهار دیواری مسجد و مدرسه و خانه من بند و محصور می سازه حرف زده نمیتانی از پیش تعهد میگیره خلاص تا ایج حقی نداری ای کار بکنی استعمار باید بشناسیم در جهان اسلام در تقریبا یکریم قرن بیشتر بزرگترین نهضتی که استعمار معرفی کرده هست نهضت اخوان المسلمین هست یهودیت مسیحیت ما استشراق چهره های مستشرقین استعمارگرایان اینها معرفی کردن همیست که اینها بدبینی بیشتر از تمام نهضت ها کرده دارند از تمام تشکیل ها کرده این نهضت بدبینی زیاد داره چرا؟ اسلام چنانچه محمد رسول الله معرفی کرده بود ابو بکر و عمر و عثمان معرفی کرده بود اینها بر همان منهج اسلامی عزیز معرفی کرده هند نمبر شش تشکیل یک حکومت 100% اسلامی پس شما قضاوت بکنین اول تغییر باورها و عقیده ها از کفر و الحاد به طرف اسلام بیداری اسلامی و آگاهی عمومی دو حاکمیت تعالیم اسلام بر دیگر تعالیم سه تعمیر فکری و انگیزه برای قشر جوان چار تعریف استعمار و چهره های استعمارگرایان پنج تشکیل یک حکومت 100% اسلامی بر منهج خلافت اسلام این خواسته ها اصول و مقررات و تشکیلات نهضت اخوان المسلمین است جمعاً 163 ماده میشه این شش اصول در 163 ماده تشریح و تفصیل یزی بیان شده هست یهودیت و مسیحیت این مرامنامه ها را با پول گزاف خریده در آتش سوزان در دریا انداخت تا که به گوشی دیگرها نرسه امروز در دوبی شاید یک جوانی برای ما این حرف زد اینجا باشه گفت روزانه پشت دروازه ما یک دست مسافرینی که کار میکدیم در یک تعمیر در یک آپارتمان در یک طبقه از او در یک اتاق مخصوص جای داشتیم این سراغ زده ما را پیدا کرد برای پنج انجیل $5 $10 $3 خلاصه از $3 پایان نبود نوشته بود که این دلار را بگی ایره یک بار مطالعه کن انجیل مجده انجیلی که در صفحه اولش یوسف پسر خداست در صفحه هفتش یوسف شریک خداست در صفحه نوش یوسف دوست خداست این در انجیل مجده نوشته است این پیام به گوش جوانای ما تبشیری ها مکتب فکر مسیحیت میرسانه ای جوان ما اسلام نمیدانه قرآن نمیدانه ای بیداری را نهضت اخوان به گوشی از اینها رسانده و در شرف رساندن است امروز چنانچه که شهید حسن البنا قربانی آزادی فلسطین از استعمار صهیونیسم بود اینچنین شهید محمد مرسی قربانی آزادی فلسطین شد 30 جون حکومتش تشکیل شد
30 جون 2013 بود والله اعلم 2012 31 جولای 2013 راهی زندان شد تا 2019 را در گوشه های زندان بود با دادگاه وقتی که فرا خوانده می شود 20 دقیقه جان می تا 20 دقیقه یک شپاو کسی برش نمی نشانه کلیپ شدیدین صداش چیست که از عقب سلول های زندان این صدا را بلند می کنه قسم به الله ما با عنوان یک ملا جرأتی چنین صدا بلند کردن ندارم امو شیخ الحدیث نداره امو شیخ القرآن نداره همان محقق و مفسر جرأتی بلند کردنی چنین صدا را نداره 64% مصر با موافق بود رئیس جمهور منتخب مصر بود بعد از حسن مبارک انتخابات از طریق دموکراسی آمد از طریق انتخابات آزاد آمد با بیشترین آرا انتخاب شد ریش نداشت نکتایی میزد پتلون داشت قاضی القضاتش کی بود؟ قاضی القضاتش کی بود؟ یک یهودی قاضی القضاتش بود برای یهودیت هم سهم داد که این دشمن ها ماری زهراگین به ما آسیب نرسانه بزرگترین مخالفت از کجا آغاز شد؟ در یکی از مساجد خطابه میکرد یک جمعه در یک مسجد یک جمعه در دیگر مسجد او رئیس جمهور بود از حال ملتش با خبر بود او در موترهای زری نمیگشت که رابندی شو و مریض بمره ولی یک وکیل بگذره موت یک ساعت استاد میشه یک جمعه در یک مسجد یک جمعه خطابه والله اعلم 57 یا 58 بود دقیق یادم نیست خطابه 57 یا 58 بود که فقط حرف زد که او مردم من آزادی فلسطین جز ایمان خود میدانم من فرزند عمر هستم من میخوام فلسطین از چنگال این صهیونیسم و اشغالگرا آزاد بسازم اینجا 100% تصمیم گرفتن که بیارین این غول پیکره به آدرس نظام فوجی تظاهرات بکنین تختی انتخاب ایره برهم بزنین این راهی زندان شد در زندان 64% مصری هایی را رئیس جمهور منتخب خطاب می کردن والله دیگه جرمی نداشت ما قسم می خورم به عنوان یک ملا پیش رویتان جرمی نداشت فقط جرمش این بود که یهودیت با چهره کثیفش معرفی می کرد مسیحیت با چهره کثیف تحریف شدهش معرفی می کرد اسلام ناب برای جهان بشریت شرح می کرد تفسیر میکرد بردنش به زندان یک کسی که مدت چندین سال در عقب سلول های زندان میمانه دخترش بیانیه میده پدری من مرض فشار داشت مرض شکر داشت مرض چربی خون داشت به ما اجازه نمیدادن که دوا بتیم بر یزی کجا این آزادی هست؟ آیا دموکراسی همین آزادی را برای من و تو میاره؟ دموکراسی تعریفش چی هست؟ حاکمیت از مردم بر بالای کی؟ مردم ما میگیم نه حاکمیت از بر بالای مردم چرا؟ او ما را پیدا کرده است مصلحتی ما را او خوب میدانه چرا امروز یک دکتر در کار انجینر مداخله بکنه؟ ای عیب است چرا یک ملا در کار دکتر مداخله بکنه؟ عیب است چرا یک انجینر فتوا بده که ندانه؟ عیب است ولی الله من پیدا کرده است مصلحتی مرا او خوب میدانه چرا تو تشبس و تعرض میکنی که از مردم حاکمیت بر بالای مردم تطبیق میتی پیامبر ما چیزی گا گفت میخواین زندگی ذلت مندانه داشته باشین از جهاد فاصله بگیریم اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذله جهاد ترک کردین الله بر بالای شما ذلت مسلط میسازه ذلیل میشین قرآن میگه یهودیت ذلیل است مسیحیت ذلیل است حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون اینها با شما جزیه بدن خار ذلیل شما دست بالا جزیه بگیرین پادشاه ایران گفت عمر جزیه نمیتیم دستت باز این قانون است کجا آمد ما نظام داریم حکومت داریم حاکمیت داریم میجنگیم عمر عمر گفت درست است فراخوان صحابه را مشوره کرد عمر چی میگین یهودیت و مسیحیت دست کشیدن از جزیه دادن
چی میگین؟ همه گفتن هر تشکیلی میکنی ما آماده استیم. عمر این آیت خان: حتی یعطی الجزیت عن ید و هم صاغرون. تعهد کردن که ذلیل مندانه به ما جزیه بتن. عمر گفت آماده شین که آمدم ده جانتان. چرا ی عمر شعارش همی بود این قصد دین و انا حیان، در دین تغییر بیایه و عمر زنده باشه امکان نداره. آمدم. پس کابینش فراخان بادشاه روم گفت نمیشه با اینا جنگیدن امکان نداره. خار میشین، ذلیل میشین، تباه میشین، چی بکنیم؟ گفت برو کمافی سابق جزیه میتیم. پیام آمد مکتوب رسمی: ای عمر، کمافی سابق جزیه میتیم. عمر گفت نه، دبل میگیرم. الاسلام یعلا ولا یعلا علی. اسلام بلند است، هیچ دینی بر اسلام برتری نداره. حالی دبل میگیرم از پیشتان. به دبل جزیه گیر دادن راضی شدن. عمر صلح کرد. حالی من تو را دشمنان اسلام میخواه که جزیه بگیر از ما. یورانمی منو تو را میگیره، طلا را میگیره، دانه های قیمتی را میگیره. چی میگوی منو تو را کمک میکنه؟ در بدل یک قسم به الله یک دانشمند قسم خورد. در بدل یک هزار دلار 17500 دلار دانه میگیره. تو را میسازه کسی که قرآن ایره دشمنی منو تو گفته است. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یهود و مسیحیت از تو راضی نیست تا که نقش قدمی از اینها را پیروی بکنی. پس چرا از نهضت اخوان دشمنا شهید میگیرن؟ چه علت است؟ چه سبب است؟ اسلام با معنای واقعی برای جهان بشریت معرفی میکنه. اسلام ناب معرفی میکنه. اسلام عزتمندانه را معرفی میکنه. او اسلامی را معرفی میکنه که در مقابل از او همه ادیان به سطح صفر قرار دارن و پایان هستن. این را معرفی میکنه. یک خود شهید، حسان شهید، محمد زمان شهید، محمد مرسی، این سرکرده هایی که به سطح رهبری بودن شهید میشن، یکی بعد دیگر شهید میشن. اما ایره بدانیم که شخصها شهید میشن، شکی نیست. محمد رسول الله شهید شد، زهرش دادن در خیبر. عمر فاروق شهید شد، عثمان شهید شد، علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین شهید شد، سیدنا حسن شهید شد، سیدنا معاویه شهید شد، حضرت حسین شهید شد، دیگر اصحاب کبار و خلفای امت شهید شد. ولی نهضت زنده ماند، ای قیام باقی ماند و این بیداری اسلامی تا قیامت باقی ماند. جوانای عزیز، بیشتر گفته های ما طرف توجهش شمایان هستین. دقیق باشین، مطالعه دقیق از دین داشته باشین، آگاهی و بیداری واقعی اسلامی داشته باشین که جهان اسلام، عربهایی که امروز اجازه جنازه غایبانه را ندادن چی نوشته کردن در مجله المدینه المنوره. حسن البنا، ما ترجمه کردم، حسن البنا مصلح اجتماعی و رهبر جهان اسلام. حسن البنا مصلح اجتماعی و رهبر جهان اسلام این نوشته. امروز نماز جنازه غایبانه شد اجازه ندادن. پس متوجه شین که دشمن از دروازه های ما و شما فراتر رسیده است. در جیبا و گوشای من رسیده، در چشمای من رسیده. بیداری اسلامی، زندگی برای انسان یک امانت الهی است. سید قطب که به پایه دار بردن، قاضی القضا گفت کلمه بخوان. گفت ما با واسطه همی کلمه به دار زده میشیم، تو پیسه میگیری؟ تو بر مخالفت این کلمه پیسه میگیری؟ ما با واسطه این کلمه در دار زده میشیم. تعجب است، نشانی مرد مومن با تو گویم، چه مرگ آید تبسم بر لب اوست. رب العالمین من و شما را بیداری واقعی اسلامی در تمام عرصه های زندگی نصیب بگردانه. تمام شهدای امت، خصوصا مرحوم الحافظ القاری شهید محمد مرسی را الله غریق رحمت نصیب بگردانه، و در صف شهدای احد سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه حشرش بداره. سلامت باشید.